به نام خدا وند جان و خرد که از این برترن دیش بر نگذرد خدا وند نام و خدا وند جان خداوند روزی ده و رهنما. به نام جهان داور دادگر کز او گشت پیدا به گیتی هنر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. بیکران بر شما خانم ها آقایان، دوستان عزیزم، با داستان دیگر از داستان های شاهنامه در خدمتون هستم. این بار حمله افراسیاب به ایران زمین در زمان بیدادگری شاه ایران نوذر. بریم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، داستان به آنجا رسید که نوذر بعد از مرگ منوچهر شاه بر تخت نشست، ولی به دلیل غرور و بیخردی و بیدادگری ایران زمین بحرانی و پرآشوب شد و دشمنان ایران یعنی تورانیان فرزندان تور به سرکردگی افراسیاب به ایران زمین تاختند و جنگ از پی جنگ در گرفت. این میان فقط اغریر است، برادر خردمند افراسیاب هست که با این جنگ ها و حمله ها و کینه ستانی ها و خونریزی ها مخالف اعمال برادرش هست و در پی صلح و آشتی. جنگ افراسیاب و نوذر از یک طرف، حمله پهلوانان و دیگر سرداران تورانی به سرزمین ها و حکومت های منطقه‌ای و ولایات ایران برای تسخیر و تصرف از طرف دیگه. از جمله یکی از این پهلوانان تورانی، یکی از سران سپاه افراسیاب به نام
شماساس. به فرمان افراسیاب، شماساس و پهلوان دیگری از توران به نام خزروان به سمت سیستان حمله می کنن. یعنی همون سرزمین خانواده زال و رستم. رستم هم هنوز بچه است، کودکی بیشتر نیست. در این زمان حساس سام نریمان درگذشت. زال و خانوادهش سوگوار میشن، از شهر میرن بیرون و بیرون از شهر به برگزاری مراسم سوگواری برای سام و دخم ساختن برای سام پهلوان مشغول میشن. دخم یا استودان، یک توضیح بدم این میانه داستان درباره دخمه یا استودان یا استخاندان ها. یک آیین و یک مراسمی داره چگونه دخمه کردن مردگان در زمان باستان. در هر حال حفره هایی بودند، هنوز هم آثاری از اینها هست، به صورت منظم و چهار ضلعی یا بدون ترتیب و ساده تر حتی در درون کوه ها اینها ساخته می شدن و استخوان های مردگان رو در این حفره ها، در این دخمه ها می زاشتن و دهانه اون رو می بستن. می دونیم که در ایران باستان مرده ها رو در زمین دفن نمی کردن، چون معتقد بودن زمین پاک آلوده و ناپاک میشه. اونها رو در دخمه میگذاشتن تا متلاشی بشه یا خوراک پرندگان و درندگان. بعد وقتی که استخوان ها باقی میموند، مسئول دخمه استخوان مرده یا مردگان رو درون چاه دخمه یا حفره دخمه میریخت. البته آدابی بوده، حتما موادی میزدن، کارهایی میکردن، اما به طور اختصار اینکه در ایران هنوز بقایای این دخمه ها یا گوردخمه ها هست، مثل گوردخمه بندر سیراف یا دخمه معروف داریوش کبیر، فکر میکنم در نقش رستم، یا دخمه ها و استودان ها، استخاندان هایی در شوشتر یا استان یزد و یا در مناطق دیگری از ایران. دخمه ها و استودان های پیش از نفوذ اسلام به ایران نوعی معماری دخمه ای محسوب میشن که همونطوری که گفتم معروف هستن به گوردخمه. خب برگردیم بر سر داستان شماساس که با خبر شده سام پهلوان، جهان پهلوان ایران درگذشته و خاندان پهلوانی رفتن خارج از شهر برای مراسم سوگواری و دخمه کردن. مهراب کابلی در شهره، یادتون هست پدر زن زال، پدر رودابه. مهراب میدونه که از عهده این جنگ بر نمیاد، بنابراین دست میبره به نیرنگ و فریب. نیرنگ و فریب هم یکی از ده ها روش‌های عیاری در شاهنامه که در آینده به این روش ها و این اعمال کردار عیاران و پهلوانان خواهیم رسید. روش های عیاری فقط جنگ و نبرد نبوده، گاهی تدبیر در گریز بوده، در فرار کردن، گاهی شبیخون زدن، گاهی فریب و نیرنگ، گاهی سازش کردن که بعد از سازش اون وقت تدبیر دیگری شاید می کردن برای غلبه بر حریف یا دشمن، گاهی مسموم کردن یا استفاده از بیهوش دارو و گاهی هم تغییر قیافه دادن، چنان که رستم در داستان بیژن و منیژه برای نجات بیژن در توران زمین، برای اینکه میدونن در چاهی افتاده، احتمالاً پیش از اون به آگاهی میرسن که اسیر شده، جنگ و حمله و نبرد رو مصلحت نمیدونه، بنابراین تغییر قیافه میده و به این سرزمین میره. گاهی در هیئت بازرگانان در آمدن، یکی دیگر از روش‌های عیاری است، مثل رستم در همین داستان بیژن و منیژه که اشاره کردم، در هیئت یک تاجر وارد سرزمین توران میشه برای نجات بیژن، یا در داستان هفت خان اسفندیار و یا در داستان اردشیر و کرم هفت واد.
گاهی هم از در وصلت و ازدواج وارد می شدن. گاهی تغییر نام می دادن یا اسم خودشون رو پنهان می کردن، مثل رستم در داستان رستم و اشکبوس و یا در داستان رستم و سهراب. روش های قلعه‌گیری هم بسیار مفصل و گسترده است که همه معرفه. کیفیت عیاری و آیین‌های عیاران و روش و نفوذ عیاران، کار و کردار عیاران و پهلوانان شاهنامه است و همه اینها در واقع حقایق تاریخی مربوط به این جماعت و صحنه‌های افسانه‌ای که تحت تأثیر دلاوری‌ها و فداکاری‌های اینها هست، صفحات داستان‌های شاهنامه رو آکنده و پر کرده و به دلپذیری و شیرینیش اضافه کرده. Oh.
برگردیم بر سر داستان مهراب کابلی که به ناچار، چاره هم نداره، مجبوره که دست به افسون و نیرنگ ببره. بنابراین برای شماساس پیام میفرسته که من هم از خاندان زال و حکومت این خانواده اصلا دل خوشی ندارم. کنون این سرای نشست من است، همه زاولستان به دست من است. اونها که نیستن، رفتن برای سوگواری خارج از شهر، کاخ و شهر همه در دست منه. از ای در چو دستان بشد سوگوار، ز بهر ستودان سام سوار. دلم شادمان شد به تیمار اوگ، برانم که هرگز نبینم شروگ. یکی مرد بینادل پرشتاب، فرستم به نزدیک افراسیاب. همه پادشاهی سپارم به دوی، دلم آرمیده ندارم به دوی. بنابراین با شماساس در ظاهر سازش میکنه، بعد در نهانی برای زال پیام میفرسته که چه نشسته ای سرداران افراسیاب به سیستان حمله کردند. زال برای مقابله برمیگرده. سپاه زال انجمن شد، میدان جنگ آراسته. جنگ بین دو سپاه و پهلوانان در گرفت. خزروان پهلوان لشکر افراسیاب به ضرب گرزه گاورنگ زال زر کشته شد. کمانی به بازو درفکند سخت، یکی تیر بر ساگن شاخ درخت. نگه کرد تا جای گردان کجاست، خدنگش به چرخ اندرون راند راست. بینداخت سه جای سه چوب تیر، برآمد خروشیدن دار و گیر. چو شب روز گشت انجمن شد سپاه، بدان تیر کردند هر کس نگاه. بگفتند کین تیر زال است و بس، نراند چنین در کمان تیر کس. شماساس گفت اگر خزروان به جنگ بره، نه مهراب ماندی نه لشکر نه گنج. نه از زال بودی بدین روز رنج. خزبران یا خزروان چنین گفت کین یک تن است. خزبران چنین گفت کین یک تن است، نه آهرمن است و نه از آهن است. یکی گبر پوشید زال دلیر، به جنگ اندر آمد به کردار شیر. به دست اندرون داشت گرز پدر، سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. بزد بر سرش گرزه گاو رنگ، زمین شد زخون همچو پشت پلنگ. پس از آن سرداران تورانی یک به یک به خاک افتادند. سپاه توران تبل مراجعت زدند، لشکر شکست خورده پراکنده شد. شماساس فرار کرد، رسید به افراسیاب. این شماساس بعدها در جنگ کیقوباد و افراسیاب به دست قارن پسر کاوه آهنگر کشته میشه. القصه، خبر به افراسیاب، افراسیاب دژم شد.
شاه ترکان رسید آگهی کزان نامداران جهان شد تهی. دلش گشت پر آتش از درد و غم، دو رخ را به خون جگر داد نم. برا شفت و گفتا که نوذر کجاست، کزو ویسه خواهد همی کینه خواست. ویسه سردار تورانی است و پدر پیران، که این پیران در آینده داستان‌ها خواهیم داشت از او در شاهنامه، وزیر خردمند خواهد شد در دربار افراسیاب. سپهدار نوذر چو آگاه شد، بدانست کش روز کوتاه شد. سپاهی پر از غلغل و گفت و گوی، سوی شاه نوذر نهادند روی. گرفتند بازوش با بند و تنگ، کشیدنش از جای پیش نهنگ. در اینجا نهنگ منظور افراسیابه. افراسیاب نوذر پادشاه ایران رو به خفت و خاری دستگیر کرد و به بند کشید. چو از دور دیدش زبان برگشاد، زکین نیاکان همی کرد یاد. منظور همون تور هست و کشته شدن تور توسط پدر نوذر. بدون گفت هر بد که آید سزاست. بگفت و برآشفت و شمشیر خواست. بزد گردن نوذر تاجدار، تنش را به خاک اندر افکند خار. پس از یادگار منوچهر شاه، تهی ماند ایران و تخت و کلاه. نوذر بیدادگر کشته شد، ایران زمین بی صاحب و بی سرپرست. نوذر دو پسر به نامهای گستهم، گستهم و همینطور طوس، این دو پسر رو داره، اما به تشخیص بزرگان و پهلوانان هیچ کدام شایسته این نبودن که بر تخت پادشاهی ایران بنشینن. اینجا حکیم فردوسی میگه که ایا دانشی مرد بسیار هوش، همه چادر آزمندی مپوش. طمع تا کی، حرص تا کی، رسیدی به جایی که بشتافتی. سر آمد کزو آرزو یافتی، اگر چرخ گردان کشد زین تو، سرانجام خشت است بالین تو. این نتیجه گیری هایی است که حالا چند بیت هم بیشتر هست. پس از کشته شدن نوذر میگه، نوذری که بیدادگر شد و چون بیدادگر شد برکت از سرزمین ایران رفت، خوشبختی رفت، آرامش رفت، تندرستی رفت و مصیبت و فلاکت و فقر آمد و بیگانگان بر ایران چیره شدند. خب اتفاقات بد و تلخ ادامه داره.
این بار برای خانواده نوذر. پس آن بستگان را کشیدند خار، به جان خواستند آن گهی زینهار. خانواده نوذرشاه را به خفت به بند میکشند و خانواده نوذر به جان امان میخوان، زینهار میخوان که ما رو نکشید. پس اغریرث آمد به خواهشگری، برادر خردمند افراسیاب، بیا راست با نامور داوری، که چندین سرفراز و گرد و سوار، نه با ترگ و جوشن نه در کارزار، گرفتار کشتن نوالا بود، نشیب است جایی که بالا بود. اینجا که دیگر میدان جنگ نیست، اینها هم که مرد جنگی نیستند، کشتن اسیر و دربند کار شایسته نیست، کار بزرگان نیست. سزد گر نباشد به جانشان گزند، سپاری همیدون به منشان به بند. بر ایشان یکی غار زندان کنم، نگهدارشان هوشمندان کنم. به ساری به زاری برارند هوش، تا از خون بکش دست و چندین مکوش. ببخشید جانشان به گفتار اوی، به گفتار برادر جان این خانواده پادشاه ایران رو بخشید. چو بشنید با درد پیکار اوی، بفرمودشان تا به ساری برند، به غل و به مسمار و زاری برند. به وساطت اغریرث خانواده نوذر رو به غل و زنجیر و دربند فرستاد به ساری. ببینیم گفتار اندر پادشاهی افراسیاب در ایران زمین، و ظلم و ستم و بیدادگری بر مردم ایران، شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است.